عملیاتی که طراحی آن فقط از دست یک ایرانی برمی آمد. از مهمترین و عجیبترین عملیات هوایی قرن که توسط خلبان ایرانی طراحی شد چه می دانید؟ عملیات H3 که از آن به عنوان یکی از پیچیده ترین و بزرگترین عملیات هوایی دنیا که به اسم فانتوم ها ثبت شده یاد می کنند. اما جالبتر آن که این عملیات نظامی را در دانشگاه‌های بسیار زیادی برای نظامیان تدریس می شود که خود یک افتخار عالی برای نیروی هوایی ایران است. در این عملیات با استفاده از کمترین تجهیزات سنگین‌ترین عملیات تاریخ انجام شد که به نوبه خود نیروی هوایی عراق را خلع سلاح کرده و ضربه مهلکی به عراق و صدام زد. جا دارد که از تلاش‌های خلبانان ایرانی در این عرصه هم یادی بکنیم. سلام به مجله دارکوب، خوش آمدید. امروز به یکی از جالب‌ترین و جذاب‌ترین موضوعات پیرامون نیروی هوایی ایران می‌پردازیم. عملیاتی که شاید در کنجه‌ای از تاریخ قرار گرفته باشد، اما امروز به بررسی این عملیات مرموز می‌پردازیم. پس حتما با ما همراه باشید و با سابسکرایب مجله دارکوب اگر از علاقه مندان حوزه هوایی و جذاب روزانه و دانستنی های جذاب هستید، حتما ما رو سابسکرایب بکنید و با لایک این ویدیو هم از ما حمایت کنید. در این عملیات هیچ کدام از جنگنده های ایرانی آسیب ندیدند، ولی 48 فروند از بمب‌افکن ها و جنگنده های عراقی در آتش بمب های ایرانی سوختند. حدود 20 فروند هم غیر قابل استفاده و غیر قابل تعمیر شدند که رقم خسارت را به 68 فروند تا حدود 70 فروند میرساند. بمباران پایگاه الولی در زمان خود عملاً غیر ممکن برای نیروی هوایی ایران بود. در این عملیات از شکاری های F14 و بمب‌افکن های F4 و بمب‌افکن های سبک F5 استفاده شد. همچنین هواپیماهای شنود ارتش هم در مرزهای غربی و شمال غربی به همراه سوخرسانهای ارتش حضوری فعال در این عملیات داشتند. یکی از نکات جالب پیرامون این عملیات پردازش سریع اطلاعات و همچنین پرواز در سطح پایین و از بین کوهستانها توسط فانتومهای ایرانی بود که به خاطر اثرات توربولانس بسیار مشکل برای پرواز و خلبانان پروازی هست. به سراغ مرحله اصلی عملیات برویم. زمان زیادی در جنگ نگذشته بود، اما بمب‌افکن‌های توپولوف 16 عراقی کابوسی برای مرزهای ایران و حتی شهرها و میدانهای نبرد ایران و عراق بودند، چرا که یک بمب‌افکن ساخت شوروی در دستان صدام قرار گرفته و میتوانست بسیاری از توان ایران را محدود کند. عملیات توسط اتاق جنگ ارتش و نیروی هوایی شکل گرفت تا حد اکثر ضربه را به توان عملیاتی نیروی هوایی عراق وارد کنند. عملیات مربوطه دوبار طریقه انجام و زمان انجام آن لو رفت، اما موجب شکل‌گیری مرحله سوم و نهایی عملیات شد که به موجب آن حمله به H3 طراحی شد. در این عملیات از مرزهای ترکیه سوریه استفاده شد و با عملیات‌های گمراه کننده تایگرهای ارتش عملاً حواس دشمن را کاملاً پرت کردند. جنگنده‌های ارتش از محل تلاقی مرز ایران و ترکیه و عراق وارد خطوط مرزی شدند و همزمان سه فروند F5 به موصل حمله کردند و با حملات دقیق و زمانبندی عالی جنگنده های آماده به رزم عراقی را از محل درگیری خارج کردند و عرصه را برای فانتوم ها خالی کردند. پس فانتوم ها با خیال راحتی توانستند حریم مرزی عراق را با خطوط مرزی ترکیه دور بزنند. اما سوال مهم، چرا رادار عراقی یا ترکی متوجه افجارهای ایرانی نشد و به مقابله با آنها نپرداخت؟ پاسخ بسیار ساده اما مرموزانه است، چرا که پدافند ترکیه فکر میکرد جنگنده های عراقی هستند که در مرزهای ترکیه در حال گشت‌زنی هستند و پدافند عراقی نیز همین گمان را میکرد که گشتی های مرزی ترکیه هستند. پس عملا دو طرف متوجه موضوع اصلی نشدند. در حریم هوایی سوریه با سوخت‌گیری مجدد
از دو سوخرسان بوینگ 747 ارتش، ملکه های ارتش. مهمترین قسمت عملیات شروع شد و با حمله 8 فروند F4 به الولید چیزی جز خشم ایرانی بر سر عراق و افسران عراقی خالی نشد و موجب سوختن سرمایه های انسان کش عراقی شد و سرجم آن موجب تاریخ سازترین عملیات نظامی هوایی جهان را تشکیل داد. عملیاتی که سالهاست در دانشکده های نیروی هوایی جهان از جمله شرق و غرب در حال تدریس است و بسیاری از خلبانان برجسته غربی و شرقی این عملیات را شاهکار مهندسی نظامی هوایی معرفی کردند. وجود خلبانان کارآزموده همراه با جنگنده های بروز و پیشرفته در زمان خود موجب شکل‌گیری چنین عملیات بزرگی می شود. نیروی هوایی ایران با پشتیبانی تامکت ها همیشه در عرصه های جنگ های هوایی در جنگ 8 ساله به خوبی عمل کرده. این عملیات تا حد بسیار زیادی عجیب برای عراق بود که تا یک ماه فکر میکردن اسرائیل با حمله هوایی این پایگاه را از بهشت جنگنده ها به جهنمی سوزان برای نیروی هوایی عراق تبدیل کرده است. اما جالبتر آن که این عملیات هیچ تلفاتی برای ایران و نیروی هوایی ایران نداشت و تنها یک فروند F4 فانتوم با نقص فنی در یکی از فرودگاه های سوریه فرود اضطراری می کند که کمتر از یک ماه هم سریعا به ناوگان هوایی ایران می پیوندد. گفتن از موضوعات تکراری و عامه بسیار خسته کننده است، چرا که وقت یک مخاطب آنقدر ارزشمند است که باید تعادل حفظ شود و اگر ویدیوی ساخته شود ارزش وقت و تماشا را از نظر محتوا داشته باشد، نه صرفا صحبت‌های خیالاتی و عراجیفی که جز وقت تلف کردن نیستند. اگر از علاقه مندان حوزه نظامی دانستنی‌های جذاب هستید حتما مجله دارکوب را سابسکرایب بکنید و ممنون میشم از دیگر ویدیوهای مجله دارکوب هم دیدن بکنید. اگر نظری دارید در رابطه با این ویدیو حتما برای ما و دیگر علاقه‌مندان هم به اشتراک بذارید. امید دیدار و به امید روزی روشن. خدا نگهدار. Never back down, we will never land. Now we're never till the day that we dream. I see it coming.